سازها با توجه به اینکه اصلا اصالتا سازه های قدیمی هستن، نماهای آجری هم خیلی ها براش استفاده میکنن که اصالت خودش رو حفظ بکنه. واسه نماهای آجری هم تو این سازه ها میبینیم. یک، اگر آجر نما به طور همزمان با آجر پشت کار چیده بشه، این دیواری که داریم میسازیم آجر نما همزمان باش بالا بره، باید ضخامت این دو نوع آجر یکسان و یا تقریبا یکسان باشن، یعنی که بار اضافی وقتی به صورت همزمان اجرا میشه اعمال نکنن تا بتوان آنها را در هر رج یا به شکل کتابیش رگ میگن به یک لایه ملات بچینیم. خب پس سهولت اجرا رو داره میگه، اگه یک زمان بخوایم اینا رو اجرا بکنیم باید به این صورت بشه. دو، اگر اجرای نما پس از احداث دیوار پشت کار چیده شود، یعنی در حالت دوم ما دیوار رو چیدیم و بعد میخوایم نمای آجر رو اجرا بکنیم، باید با مهار کردن مفتولهای فلزی در داخل ملات پشت کار و قرار دادن سر آزاد این مفتول در ملات آجر نما این دو قسمت آجر کاری رو به هم متصل بکنیم. پس در حالت اول ما این کاری میکنیم که اصلا کلا آجر پشت و آجر نما به هم متصل میشدن، ولی در حالت دوم چون آجر پشت قبلا چیده شده بود، برای اینکه بتونیم این انسجام رو تعمیم بکنیم از مفتولایی استفاده میکنیم که از آجر پشت به آجر داخل ملات آجر نما سرایت میکنن و صلبیت رو رعایت میکنن و برای ما به مقام میارن. فاصله این مفتولها در هر یک از جهات افقی قائم نباید از 50 سانتی متر بیشتر باشه، یعنی مفتولها رو باید در فاصله 50 سانتی ما تعبیهشون بکنیم، چه در واقع جهت قائم چه در جهت افقی. مورد بعدی نمای سنگی هستش. نماسازی با سنگ غیر پلاک به قطعات سنگ به صورت افقی روی هم چیده می شوند باید مطابق نماسازی با آجر در بند 5.1.8 باشه که در مورد نماسازی با آجر صحبت شد. دو، در صورتی که سنگ ها به صورت پلاک به طور قائم نصب شوند، یعنی پلاک شده باشن و به صورت ایستاده سنگ رو نصب بکنیم، باید با تعبیه اسکوپ و یا مهار مناسب دیگر از جراژان فروختن آنها در هنگام زلزله جلوگیری بشه، که معمولا پیچ و رول پلاک میکنن به دیوار پشت و انسجام به این صورت تعمیم میکنن برای اینکه در هنگام زلزله ساختمون جابجایی داره این سنگ ها فروریزشی نداشته باشن. در مورد نما هم صحبت کردیم، این دو مدل نماکاری بود برای این سازا به شکل کلی. چیزی که میمونه خرپشته هستش که گاهن درست آسانسور نداره این سازا، ولی گاهن خرپشته هم برای این قسمت و این سازا در نظر گرفته میشه. میخوام ببینیم که خرپشته رو به چه صورت و با چه مواردی باید رعایتش بکنیم و بسازیمش، و اینکه اگه لزوم داشته باشه در سازهای مثلا بنده خرپشته داشته باشیم باید به چه شکلی باش برخورد بکنیم. احداث خرپشته باید با رعایت شرایط زیر انجام بشه. یک، در صورتی که سطح زیربنای خرپشته بیش از 25% سطح زیربنای طبقه باشه، خرپشته به عنوان یه طبقه حساب میشه و ضوابط بند 5.1.2 در مورد اون باید رعایت بشه. ضوابط چی میگه؟ که حداقل ما باید دو طبقه داشته باشیم دیگه. در مورد صحبت میکنیم 5.1 یعنی ضوابط اوایل فصل این فرادرس ما. از بیشتر از 25% سطح طبقه پایین تر یا سطح پشت بوم این خرپشته بهتره که نباشه، وگرنه یه طبقه حساب میشه. دو، حد اکثر ارتفاع خرپشته از تراز طبقه زیر خود باید 3 متر باشه، یعنی خرپشته به شکل بلندم ساخته نباید بشه، که خیلی وقت خرپشته بیشتر از 2 متر 2.5 متر هم نیستش، ولی گفته که آیین‌نامه حد اکثر ارتفاع خرپشته نهایتاً 3 متر باشه. در رعایت ضوابط مربوط به کلافه‌بندی افقی قائم و سایر ضوابط این فصل در مورد جزئیات اجرای آن الزامی می‌باشد، یعنی خرپشته